بسم الله الرحمن الرحيم. شکوفایی فرهنگی با عزم و مدیریت جهادی. برای بنده افتخاره که در جمع شما هستم. سال خیلی خوب و با برکتی انشالله داشته باشین. اتفاقات بسیار خوبی در کانون جهاد العلمه علیه السلام افتاده و خواهد افتاد و اینها به برکت اون روحیه اخلاصیه که در جمع هست. وقتی اخلاص بیاد بقیهش درست میشه، تجربه همین گونه ثابت کرد. من خیلی وقتتون رو نگیرم، فقط عرض میکنم چون در کلمات عزیزمون بحث کادر سازی مطرح بود که بحث بسیار بسیار مهمی هست، در این رابطه عرض بکنم که یکی از آسیب‌ها و آفت‌هایی که ما در اوایل انقلاب داشتیم و همینطور هم ادامه پیدا کرده این هست که به دلیل شرایطی که انقلاب ما داشت امکان کادرسازی براش نبود و به همین دلیل بود که ما بعد از انقلاب که پیروز شدیم، دولت موقت دولت ملی‌گرا بود، لیبرال بود، دولت آقای بازرگان. برای اداره کشور کادر لازم مهیا نشده بود. یکی از دلایلش این هست که انقلاب به سرعت پیروز شد. حالا من که در اون موقع دانش آموز بودم، تمام دورانی که انقلاب توده‌ای شد، یعنی رفتارهای در حقیقت مردمی شد، کمتر از یک ساله. این دلیلش تو همین بحث کادرسازی بوده. اگر برای انقلاب دلتون می‌سوزه که حتما می‌سوزه، اگر انقلاب دوست دارین که حتما دوست دارین، اگر رهبری رو دوست دارین که حتما دوست دارین، در این حوزه تلاش بکنید. ابزار لازمش رو برای نیروهایی که مستعد مدیریتن تو کشور فراهم کنید. اولین ابزار در حوزه اعتقادیه. اگر هر شخص هر چقدر تخصص داشته باشه ولی در حوزه تعهد و حوزه اعتقادی خودشو بارور نکنه، تخصصش نتیجه نمیده. که من عمدتاً به دوستانی که دارم میگم در سه شاخه خودتون خیلی خیلی در حقیقت رشد بدید. اول اخلاق بر اساس مبانی دینی، اخلاقی که از حوزه اعتقادات برمیگرده، نه اخلاقی که از تصوف میاد. بعضی وقتا الان تو جامعه این مسئله رو اشتباه گرفتن. اخلاق صوفیگری خیلی به درد ما نمیخوره. اخلاقی به درد ما میخوره که در حوزه‌ای که اجتماع هستیم رشد و نمو کنیم و در جامعه‌ای که حضور داریم اخلاق داشته باشیم. اخلاقی که بریم در یه غاری بشینیم و با اخلاق باشیم خیلی ارزشمند نیست. دوم دانش. بالاخره امروزه ما نیاز به دانش داریم. گرچه مدرک گرایی مذمومه، ولی به لحاظ ای که یه فضاهایی رو در اختیار شما قرار بدن، باید مدرک گرایی رو هم داشته باشید. حتما به سمت مدرک برید. اگر شما بخواید در حوزه اجتماعی فعالیت بکنید، ابتداعا میگن که این آقا مدرکش چیه. این درس در کشور ما نهادینه شده. و سوم مهارت. مهارت با دانش فرق داره. از یک دوچرخه سواری مهارت محسوب میشه تا برنامه نویسی در سیستمای نرم افزاری. شنا مهارت و و و از سواری مهارت، سفالگری مهارت. مهارت چیز خوبیه، برای هر فردی لازمه و اگر هر فردی این سه تا مسئله رو در خودش به وجود بیاره، بس که مقام معظم رهبری داشتن برای دانش آموزو یادم این جملهشون نیست که تهذیب و تحصیل فکر کنم بود، درست میگم من؟ تحصیل ورزش بر این در صورت مسئله که من عرض کردم در همین قضیه مستتر هست در فرمایش ایشون که ایشون فرمودن. لذا دوستان عزیز که جمع شدن برنامه بریزن و در حوزه‌های اجتماعی جدی فعالیت کنن. قدرت به ما هو قدرت حتما مذمومه، حتما بده، اما قدرت برای که فضای خدمت ایجاد کنه لازمه. شما اگر در شورای شهر مشهد
با بودجه که حالا این روزا بعضی میگن 5000 میلیارد، بعضی میگن 9000 میلیارد، من نمیدونم چند هزار میلیارد شد، ولی میدونم 5000 میلیارد حتما هست، شما زمانی میتونید نسبت به بودجه تاثیرگذار باشید که در اون شورای شهر عضو باشید. شما میتونید زمانی در حوزه فرهنگی مؤثر باشید که در وزارت ارشاد اسلامی نقش داشته باشید، در دفتر تبلیغات اسلامی نقش داشته باشید، در سازمان تبلیغات اسلامی نقش داشته باشید. اگر این ابزارا دست شما نباشه، نه این که کار نمیشه، سرعت نداره و گاهی اوقات اونها این جهت صحیحی نمیگیرن، منابع اتلاف میشه. کسی که اگر باز هم عرض میکنم انشاءالله که همه شما به دنبال این قضیه هستید و لایه جوان کشور هم هستید، تلاش بکنید که خودتون رو به این ابزارها انشاءالله مسلح بکنید و در حوزه اجتماعی فعال باشید. امیدواریم که آینده حتما دست شماهای ماها رو تموم شده دیگه، تموم هم میشیم. تو 20 سال آینده شاید خیلی از ماها نباشیم، قاعدش همینه. انتقال نسلی جبریه، قهریه. من نمیتونم بگم که نه من پیر نمیشم، اما انتقال فرهنگ ارادیه. اراده باید بکنیم که فرهنگ رو از نسلی به نسل دیگر منتقل بکنیم. شما نسلی هستید که انشالله نسل انقلاب هستید، به لحاظ انتقال فرهنگ انقلاب به شما در آینده هم دست شما هست. تو 20 سال آینده خیلی از بخش اجرایی کشور انشالله دست شما خواهد بود و زمانی که دست شما خواهد بود انقلاب پایدار میمونه و اگر دست کسایی به نااهلان بوله مرحوم امام رحمت الله علیه انقلاب به دست نااهلان بیفته، حتما به سمتی خواهد رفت که انقلاب رو استحاله کنن و از اصل خودش دور بدارن. من صحبتام پراکنده بود، عذرخواهی میکنم، قرار نبود انقدر مزاحمتون بشم. خیلی محبت کردن آقای رجب پور که این فرصت رو بنده دادن. از شما هم عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. انشالله که بتونم تو کارگاهاتون شرکت کنم، در بتون بحث گسست نسلی با هم صحبت کنیم، ببینیم که آیا گسست نسلی صورت گرفته یا نگرفته، شکاف نسلی صورت گرفته یا نگرفته، مؤلفه‌های گسست چه هست، مؤلفه‌های شکاف چی هست. نذاریم که اگر گسست صورت گرفته گسست رو برگردونیم، اگر شکاف هست و شکاف رو پر کنیم و انشالله این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن و شاخصش هم مدیریت جهادی بود در کشور احیا کنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.